تغییرات محیط داخلی و خارجی برای موجودات زنده همیشه گیان. بدن با فرایندی به نام هوموستازی به این تغییرات پاسخ می دهد. هوموستازی یعنی ثابت نگه داشتن محیط داخلی به صورت نسبتا پایدار. به عنوان مثالی از هوموستازی به تغییرات میزان قند خون نگاه می اندازی. فرض کنید شما در حال مطالعه برای یک امتحان زیستشناسی هستید و می خواهید فصل تنفس سلولی را مرور کنید. فکر میکنید به کمی انرژی بیشتر نیاز دارید و به عنوان میان وعده یک نوشابه حدودا یک لیتری را میخورید که حدودا شامل 100 گرم غن و 400 کالری است. در ابتدا احتمالا انرژی بسیار زیادی خواهید داشت اما نیم ساعت بعد احساس گیجی میکنید نمیتوانید چشمهایتان را باز نگه دارید یا تمرکز کنید چه اتفاقی افتاده؟ برای فهمیدن این اتفاق برایتان توضیح می دهیم که متابولیسم شما چگونه از تعادل خارج شده و بدن شما برای بازگرداندن آن به حالت عادی چه کرده است. ملکول های گلوکوز سوخت سلول های بدن شما هستند که با جریان خون در بدن حرکت می کنن. از آنجایی که گلوکوز بسیار مهم است بدن شما با هموستازی به نوسانات میزان قند خون پاسخ می دهد. تا میزان آن را پایدار نگه دارد بعد از مصرف غذا دهان و معده فرایند گوارش مکانیکی و شیمیایی آن را آغاز می کنند غذای نیمه حذب شده از معده به روده کوچک می رود و در آنجا گوارش کامل می شود و ملکول های کوچکتر مثل گلوکوز و فروکتوز به وسیله سلول های پوششی روده جذب می شوند گلوکوز از سلول های روده خارج شده و وارد مایع میان بافتی و سپس جریان خون می شود. وقتی مولکول های کوچک گلوکوز وارد جریان خون می شوند، میزان قند خون شما با سرعت بالا می ذخیره بالای قند در نوشابه باعث یک تغییر ناگهانی در قند خون و شرایط هایپرگلایسمی می شود. پانکراس افزایش میزان گلوکوز در جریان خون را تشخیص می دهد. در پاسخ سلول های بتای جزایر لانگرهانس هرمون انسولین را تولید و وارد جریان خون می کنند. انسولین به گیرنده های سطحی سلول متصل شده و باعث انتقال گلوکوز به سلول های بدن می شود. به خاطر این افزایش سریع انسولین در پاسخ به مقدار زیاد گلوکوز در نوشابه، گلوکوز زیادی از خون خارج شده و به عنوان گلیکوژن در سلول های کبد و ماهیچه ذخیره می شود. در نتیجه خون شما دچار کمبود گلوکوز می شود، یعنی شرایط هیپوگلایسمی. این میزان کم گلوکوز در خون می تواند منجر به گیجی، خستگی و گرسنگی شود. در پاسخ به کمبود گلوکوز در خون، سلول های آلفای جزایر لانگرهانس هورمون گلوکاگون را تولید و ترشح می کنند. گلوکاگون به گیرنده های سطحی سلول در کبد متصل می شود و باعث می شود گلیکوژن در سلول های کبد به گلوکوز تبدیل شود. و گلوکز ذخیره شده دوباره به جریان خون برمیگردد تا زمانی که استازی به دست آید ساعت را برگردانید اگر به جای نوشابه یک سیب یک مشت پسته یا مقداری پاپکرن میخوردید چه اتفاقی میافتاد مصرف کربوهیدرات های پیچیده به جای قند های ساده مانند قند های موجود در نوشابه باعث تغییر ناگهانی کمتری در قند خون شما شود. کربوهیدرات های پیچیده مانند آنهایی که در میان وعده های سالم یافت می شوند دیرتر هضم می شوند بنابراین گلوکوز آرام تر به جریان خون وارد می شود و میزان قند خون ساده تر تثبیت می شود زیرا تغییرات ناگهانی در غلظت گلوکوز کمتر شدهاند، بدون احساس گرسنگی یا خستگی گرسنگی تجربه شده در دوره های کمبود قند خون علاوه قطع کوتاه‌مدت هموستازی، می‌تواند یک فاکتور مؤثر در پرخوری و مشکلات بلندمدت مانند چاقی باشد. در ضمن، در تغییر ناگهانی قند خون، گلوکز توسط سلول‌های چربی گرفته شده و به چربی تبدیل می‌شود. پرخوری، سبک زندگی بی‌تحرک و انتخابهای بد تغذیه‌ای منجر به اپیدمی جهانی چاقی شده است. با مصرف بیشتر کالری از منابع طبیعی شامل کربوهیدرات های پیچیده بدن شما می تواند هموستازی گلوکوز را به طور معصر تری تأمین کند. در نتیجه ریسک اضافه وزن شما کاهش یافته و سلامت کلی شما تضمین می شود. در ضمن، به شما کمک می کند تمرکز خود را برای مطالعه آن امتحان مهم زیستشناسی حفظ کنید.